بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، خوش آمدید به جلسه دوم از پروگرامینگ ما. در این جلسه ما و شما درباره پروگرامینگ فیز یک دیپ ویو داریم و بعد از او ما و شما درباره ای گپ میزنیم که در شروع جلسه ما و شما درباره هاو تو استارت پروگرامینگ لرنینگ یک معلومات خلاص برتون میدیم، بعد از او How to choose a programming language، چی رقم یک لنگویج را انتخاب کنیم، و در اخیر ما و شما در پروگرامینگ فیز میریم که یک کمی دیپ ویو داریم. یک نکته را میخواهیم کمیال مشخص کنیم دوستای عزیز که در جریان این ویدیو خود را زیاد کنفیوز نکنین. اگر بعضی چیزها را شما نمیگیرین یا مثلا به شکل درست نمیفهمین، مشکلی نیست، در کامنت ها نوشته کنین برای ما، انشالله که ما تا حد توان خود برایتان دوباره توضیحات در کامنت میتیم و انشاءالله که در دیسکشن هم با سرش بحث میکنیم. خب How to start programming. Let's start from here. Like, learn what is programming. First, you should learn what is programming. Programming چی است؟ ما و شما در جلسه قبلی درباره زیاد معلومات دادیم. Programming چی است؟ چرا ضرور است؟ و Programming General View و Computer View را ما و شما بحث کردیم. دوستایی که ویدیو اولی را ندیده میتونین ویدیو اولی را یا لکچر اولی را از امی لینک لیست یا از امی پلی لیست ببینید. خب بعد از او learn about the basics، don't do more focus on the language. اوکی، basics را اول باید شما یاد بگیرین. basics چی است؟ میتونیم بگیم که basics کی است؟ Variables, data types, control structures, functions, and OOP. They are the basics, okay? ای چیزا را بغیر از کدام لنگویج اگر یاد گرفته شوه بسیار خوب است. لنگویج ضرور است. ما میگیم که مثلا ما وریبل یاد میگیریم، ما باید دور یک لنگویج ببینیم. اوکی، that's okay. اما صرف دمو لنگویج دیپندنت نباشین. مثلا وریبل را سی یاد گرفتین، دیگه فکر میکنین کمی مکمل وریبل است، دیگه در دیگه لنگویج ها وریبل کاملا یک کانسپت متفاوت است، نه خیر. اما بیسیکس که است، تو را بغیر از کدام لنگویج فوکس یاد بگیرین، جنرال یاد بگیرین، کور کانسپتس که ما برش میگیم که زیاد فوکس ما در کور سر می است، اینا شما بغیر از فوکس سر لنگویج یاد بگیرین. اوکی، بعد از او شما چوز سیمپل لنگویج ان استارتینگ. وقتی که شما پروگرامینگ را استارت میکنین، یک سیمپل لنگویج را کوشش کنین انتخاب کنین. با وجود که مثلا ما خودم تجربه شخصی میست که ما پروگرامینگ با زبان سی شروع کردیم، برای ما خوب بود، اما حالا که فکر میکنیم اگر با یک زبان آسانتر شروع میکردیم شاید از این قدر هم خوبتر میشد، بعدا با سی میرفتیم. اما فعلا امو ریکمندیشن ما ایست که اگر شما میخواین که پروگرامینگ را بسیار دیپ یاد نگیرین، یعنی پروگرامینگ را شما صرف به خاطر امو یک هدف خاص را که دارین به امو خاطر استفاده کنین، یا مثلا در فیلد خود یا مثلا برای یک وظیفه استفاده کنین، پس شما زیاد از لنگویج لو لول شروع نکنین، کوشش کنین که های لول لنگویج شروع کنین. اما اگر شما میخواین که مثلا پروگرامینگ را بسیار دیپ یاد بگیرین، هر موضوع را بسیار به شکل عمیق یاد بگیرین، بفهمین که چی صورت میگیره، چی کار صورت میگیره وقتی که ما و شما یک لاین آف کد نوشته میکنیم، پس ممکن یک زبان لو لول یا مید لول برایتان خوب باشه. اوکی، like you will say that I'm still confused how to choose a language. Yeah, that's a good question. That's like شما حق دارین که دی فعلا هم کنفیوز باشین که خب ما چی رقم لنگویج رو انتخاب کنیم. ما یک جنرال اوورویو دی جا میکنم سر این موضوع. شما فعلا در شرایط فعلی کریر گولز رو در نظر بگیرین. اگر شما میخواین که در بخش مثلا ویب دیولپمنت برین، در آینده شما یک ویب دیولپر شوین، در لنگویج های مثل جاوا اسکریپت، مثلا سی اس اس، از اچ تی ام ال که دومین اسپسیفیک لنگویج است، این دو تاش از این شروع کنین، مثلا پی اچ پی یا مثلا دیگه لنگویج ها ما داریم برای ویب، حتی پایتون خود برای ویب یکی از لنگویج های است که ما میتونیم استفاده کنیم.
اوکی، میتونید شما از یکی لنگویج شروع کنین اگر وب دیولپمنت شما میخواین. اگر شما میخواین که داینده دا بخش موبایل دیولپمنت، موبایل اپ دیولپمنت برین، همی اپلیکیشن هایی که ما و شما فعلا در موبایل های خود استفاده میکنیم، میتونین مثلا شما دا سویفت یا هم دا اگر اپلیکیشن های آی او اس شما جور میکنین علاقه مندی شه دارین دا سویفت میتونین که برین، یا هم اگر اپلیکیشن های مثلا اندروید که فعلا در افغانستان مثلا مارکتش خوب است، اندروید، سامسونگ مثلا، اگر میخواین که در ای بخش باز شما کار کنین میتونین ده کاتلین برین که یکی از آپشن ها است. یا آپشن های دیگه هم داریم. اوکی، بعد از اون مثلا شما میخواین داینده یک گیم دیولپر شوین، میتونین سی پلس پلس شروع کنین، بعد از او برین طرف سی شارپ، بعد از او مثلا ده فریم ورک یونیتی سی شارپ کار کنین، یا مثلا ده بعضی از چی سی پلس پلس هم برای گیمز داره اما ما ریکمند نمیکنم. اوکی، اگر میخواین که در دیتا ساینس برین، در ای آی مثلا برین، در بخشی که من خودم زیاد علاقه دارم و من خودم امی کاریر پاتی ما است، میتونین از پایتون شروع کنین، یا مثلا میتونین از آر شروع کنین. برای دیتا ساینس آر هم زیاد استفاده میشه، یا لنگویج های دیگه است. سایبر سیکیوریتی فرست آپشن است پایتون. اوکی، برای سایبر سیکیوریتی اولین آپشن که است پایتون است. بغیر از پایتون سایبر سیکیوریتی از لایک we can say it will be not impossible but will be like بسیار خوب نیست. بغیر از پایتون سایبر سیکیوریتی را شما کریرتان خوب جور کردن نمیتونین. اگر میخواین در بخش امبیدد سیستمز کار کنین، قسمی که ما دیروز در ویدیو قبلی گفتیم که امبیدد سیستم چی است، میتونین در سی یا هم از اسمبلی شروع کنین. پس این لنگویج ها هست که شما میتونین امرایتان یک همکاری کنه. یک چیز، اگر شما کریر گولز را در نظر بگیرین، بعض وقت پروجکت ریکوایرمنتس است، بعضی از ادارات ریکوایرمنتش متفاوت است. میگه نه، ما صرف وبسایت نمیخوایم، ما صرف مثلا اینی اپلیکیشن نمیخوایم، ما تکنولوژی را خود ما مشخص میکنیم. نظر به گولز ما، نظر به پالیسی ما، نظر به بعضی سکیوریتی فیچرز، نظر به هر چیزی که اونا در نظر میگیره، فاکتورهایی که اونا در نظر میگیره. اوکی، اونا براتون میگه که پروجکت که ما برای شما میتیم، ریکوایرمنت ما تکنولوژی است که ما براتون مشخص میکنیم. در اون وقت شما مجبور هستین که یک زبانی که اونا میخواه امور شما استفاده کنین. بعضی موضوع بعدی که است کمیونیتی سپورت است. کمیونیتی سپورت هم بسیار مهم است. یعنی بعضی از لنگویج ها کمیونیتی سپورتی بسیار خوب داره. مثلا جاوا اسکریپتی که است بهترین کمیونیتی سپورت داره، بسیار زیاد استفاده میشه. و وقتی که یک لنگویج کمیونیتی سپورت زیاد داشته باشه، به این معنا که زیاد مردم به خاطر او کار میکنه و او لنگویج روز به روز قوی تر میشه. پایتون میتونیم در طبقه بندی در دوم قرار بگیرم. مثلا دیگه لنگویج ها میتونیم سی شارپ اور آی دون نو جاوا می بی در کتگری سوم، می بی یکی از دیتا باشه. یعنی شما میتونین در یکی از لنگویج ها برین اگر شما کمیونیتی سپورت خوش دارین که مثلا لنگویج رو یاد میگیریم که زیاد مردم برای کار میکنه و داینده شاید دو لنگویج زیاد پیشرفت کنه. اوکی، جاوا اسکریپت که است یکی از لنگویج های است که مثلا ما میتونیم برای فرانتیند و بکیند برای شردویش استفاده کنیم. بعضی فریمورک های بسیار خوب برای ویب دیولوپمنت فعلا داره، ریاکت است مثلا، انگولر است، بعضی فریمورک های دیگه است که برای ویب دیولوپمنت زیاد استفاده میشه. یا مثلا نود جی اس است که ما میتونیم که به خاطر بکیند استفاده کنیم. دیگه پایتون که است برای ویب دیولوپمنت استفاده میشه، سایبر سیکیوریتی استفاده میشه، دیتا ساینس استفاده میشه، در ویب دیولوپمنت استفاده میشه. پس یکی از لنگویج های است کمیونیتی سپورتی بسیار خوبی داره. از همون خاطرم پایتون اکثرا کسا ریکمند میکنه که پایتون را یاد بگیرین، به خاطر که پایتون یک جنرال پرپوس لنگویج است. و آخرین فاکتور که ما و شما میتونیم بیسد آن دات لنگویج چوز کنیم یا سلیکت کنیم، دات از ایزنس آف لرنینگ اور لرنینگ ایزنس. بعضی لنگویج که است آسان است، بعضی لنگویج سخت است. میتونیم نظر به این فاکتور هم ما لنگویج به اصطلاح چوز کنیم که کدام لنگویج برای ما خوب فیت است. مثلا اگه بگویم که کدام لنگویج آسان تر است و کدام لنگویج سخت تر است، ممکن بگویم که لنگویج اسمبلی یا مثلا ماشین لنگویج، باینری، ماشین لنگویج، لنگویج های سخت است نسبتا. من خودم اسمبلی یک کورس گرفتیم اما ماشین لنگویج کدام کورس تا حالا نگرفتیم، اما بعضی کورس
دیدیم چک کردیم قسمی که دیروز گفتیم اکثرا ای که است 01 است و هیومن ریدیبل نیست، کودی که به اصطلاح جنریت شده باشه. اگر خود ما نوشته کرده باشیم بازو میتونیم ما رید هم کنیم. مثلا کتگری سوم سی می آیا، سی پلس پلس می آیا. بعد از او مثلا اگر ایز نیست نظر بگیریم که امو تو ستیپ بای ستیپ آسان تر شده، میره جاوا، سی شارپ، مثلا پایتون، میتونیم بگویم جاوا اسکریپت و بعضی لنگویج های دومین سپیسیفیکی هست، HTML مثلا و CSS بسیار باز آسان تر شده میره. اوکی، پس این لنگویج ها هست که اگر شما از نیست نظر میگیرین که یک لنگویج رو انتخاب کنین که برای تان آسان باشه، پس میتونین از این لنگویج سیاکی رو انتخاب کنین. اوکی، خب How programming works. پس ما و شما یک آیدیای کلی گرفتیم فعلا. کامپیوتر چی است؟ کامپیوتر مثلا چی رقم کار میکنه؟ مین پارتس اف کامپیوتر چی است؟ بعد از او پروگرامینگ چی است؟ چرا با پروگرامینگ ضرورت داریم؟ و ناو وی هاو پروگرامینگ فیز. پروگرامینگ از کجا شروع میکنیم؟ با کجا ختم میکنیم؟ کدام استپس داره؟ اوکی؟ لایک ما هیچ نوشته کردیم که دیگه می بیاین یک فن داشته باشیم و فن ما و شما که است تو پرکتیکال انوایرمنت است. بعد از این ما شاید به احتمال بسیار زیاد که سلایدز نداریم و مستقیما از کد شروع میکنیم. پس آله هم میریم طرف کد، طرف پروگرامینگ فیز، پرکتیکلی میبینیم که پروگرامینگ فیز چی است و چی رقم صورت میگیره. خب برای پروگرامینگ دوستان، برای پایتون و برای هر زبانی را که ما در اینجا کار میکنیم، قسمی قبلا هم گفتیم دوستان ما زیاد لنگویج دیپندنت نیستیم. در این کورس ما کوشیم ایست که شما پروگرامینگ کانسپتس را جنرالی یاد بگیرین، کور کانسپتس را. پس ممکن بعضی وقت برای بعضی کانسپتس ما سی استفاده کنیم، بعضی وقت سی پلاس پلاس استفاده کنیم. شما کوش نکنید که در کل زبان ها خود به اصطلاح کانفیوز کنین. شما صرف در یک زبان امو چیزی را که ما در اینجا کار میکنیم، امو چیزی را شما در یک زبان استفاده کنین. اوکی، مثلا اگر زبان سی پلاس پلاس خوشت اومد میتونین از زبان سی پلاس پلاس استفاده کنین، اگر زبان جاوا خوشتان اومد میتونین از زبان جاوا استفاده کنین، اگر زبان پایتون خوشتان اومد میتونین از او استفاده کنین. اما ما در دیفرنس لنگویجز میریم به خاطر اینکه برای شما یک ایدیای کلی پیدا شوه که زبان مهم نیست، مهم چیزی که از تو کور کانسپتس است. اوکی، پروگرامینگ فیز شروع میکنیم که پروگرامینگ فیز چی است تو چی رقم کار میکنه. ما یک فایل جدید میگیریم. ما به خاطر پایتون و سی پلاس پلاس و سی شارپ کل چیزا ویژوال استودیو کد استفاده میکنم. شما میتونید برای پایتون آی دی ای خود استفاده کنین. یک آی دی ای چی است؟ فعلا این سوال پیشتان باشه که آی دی ای چی است. داخل همین لکچر ما براتون میگیم که آی دی ای چی است. اوکی، خب در زبان سی پلاس پلاس یا سی پروگرامینگ که است چند فیز داره. فیز اول که است رایتینگ آف کود است. ما میتونیم که بگیم که فیز اول که است کود رایتینگ است اور ایدیتینگ. میتونیم نوشته کنیم که ایدیتینگ سورس کود. اوکی، میتونیم بگیم که ایدیتینگ اور سورس کود کریشن اور جور کردن سورس کود فرست استپ. استپ دوم که است در زبان سی یا سی پلاس پلاس، استپ دوم که است در زبان سی و سی پلاس پلاس، کمپایلیشن. استپ سوم که است در اینجا کمپایلیشن که است با بای کود معمولا با بایت کود کمپایل میشه یا با مو انترمیدیت لیول کود کمپایل میشه. اوکی، خب در زبان های سی پلاس پلاس ایدیتینگ سورس کود ستیپ اول ماست. ستیپ دوم ما نخیر دوستا با معذرت، ستیپ دوم ما که است پری پروسسینگ برش میگه. پری پروسسینگ یک چی است بعدن سرش بحث میکنیم. ستیپ سوم ما که است کمپایلیشن است، کمپایل کردن است. ستیپ چارم که است اسمبلی است. اسمبلیم برش گفته میتونیم یا میتونیم برش بگوییم که linking. okay, now let's call it assembly. linking را ما یک step جداگانه میتیم. step پنجم که است میگیم که linking است و step ششم را میتونیم که بگوییم بعد از linking loading است و بعد از loading هم execution است. okay, میتونیم این step ها را بگوییم که در زبان C++ یا C
امو مین ستپس است. یعنی وقتی که ما یک پروگرام رو شروع میکنیم از این ستپ ها شروع میشه، ستپ بای ستپ ما پیش میریم و پروگرام خود را تکمیل میکنیم. اوکی؟ خب ستپ اول ایدیتینگ سورس کود است. ما سورس کود را چی رقم ایدیت میکنیم؟ کنترل این، ما یک فایل جدید میگیریم، هش انکلود iostream. کسایی که سی پلس پلس خوانده ممکن امرای ای هش انکلود و ای چیزا یکم آشنایی داشته باشه، اما کسایی که نخونده شما خود کنفیوز نکنین. خب ما میایم در دسکتاپ یک فولدر نو جور میکنیم به نام سی پلس پلس پرکتیس. در داخل ای فولدر میگیم که first.cpp، ای فایل اولی ماست از سی پلس پلس. شما دوستا اگه جا ببینین آیکن سی پلس پلس آمد و دات سی پی پی خود سی پلس پلس است. فوکس ما سری سی پلس پلس نیست دوستا، فوکس ما سری پروگرامینگ فیز است. پروگرام را از کجا ما شروع میکنیم؟ کد نویسی را از کجا شروع میکنیم؟ یک چیز دیگه که باید در اینجا ما میگفتم، در درس قبلی ما و شما گفتیم، ما در ستپ اولی پرابلم انالیسیس کردیم، پرابلم انالیسیس را کردیم، تحلیل امو مشکل که است امو را ما کردیم. بعد از او الگوریتم دیزاین کردیم، الگوریتم دیزاین کردیم. ستیپ سوم که است مال در ستیپ سوم هستیم، ایمپلیمنتیشن میکنیم، امو الگوریتم را در کود خود ایمپلیمنت میکنیم. اوکی؟ خب ای که است ایره ما کامنتس میگیم دوستا، کامنتس که است تو کمپایل نمیشه که ما ایره مکمل کلین میکنیم که شما لی کنفیوز نشین. ایره ما در کود خود حال نمیارم. هش انکلود آی استریم یوزینگ نیم سپیس استیدی من و سی اوت دیس از مای فرست سی پلس پلس پروگرام. واو اوکی، اولین پروگرام سی پلس پلس ما است. ایره ما نوشته کردیم کود. دوستا خود کنفیوز نکنین، ما مطمئن هستم که اکثر تان نمیفهمین که ما چی نوشته کردیم، چرا نوشته کردیم، و ما توقع ما این نیست که شما ایره بفهمین که ما چرا این چیز نوشته کردیم. اوکی، هدف ما این نیست. هدف ما ایست که step by step یک پروگرام چی رقم شروع میشه، پروگرامینگ step by step چی رقم پیش میره. همون چیزی را که ما قبلا گفتیم که IDE یا شما مثلا برای C++ Dev C++ استفاده میکنین، یا مثلا برای پایتون PyCharm یا مثلا IDE دیگر استفاده میکنین، چی رقم کار میکنه در deep level، در کمی بسیار deep ما در او میریم. اوکی؟ خب ما خلاص همه چیز تشریح میکنیم، در صورتی که نفهمیدین بازم میگیم خود کنفیوز نکنین. هدف ما این است که شما همه چیزی که در ویدیو ما میگیم شما بفهمین، صرف یک جنرال ویو است که شما باید بگیرین. اوکی، هش کست ایره ما میگیم در پروگرامینگ هش کودی را که ما یک چیز را ما در اینجا میگیم در سی پلس پلس و در سی، کودی را که ما بعد از اینی علامه نوشته میکنیم یا نوشته ایره که میکنیم او دیگه کمپایل نمیشه. کود ما او کود نیست، او صرف یک مسیج وار است که ما در داخل کود یک چیز نوشته میکنیم برای خود. اوکی، ما میگیم که هش که است، اینی هش اولی را که ما نوشته کردیم، ای که است رازی که شما کنفیوز نشین. باز دیگه علی بگوین که کامنت دیگه چی شد. ما یک فایل جدید باز میکنیم دیجا، نوشته میکنیم که هش، اینی هش که است، ای چی است در زبان سی پلس پلس ایره پری پروسسر میگه. اوکی دوستا، اینی هش اولی را ایره پری پروسسر میگه. چرا ایره پری پروسسر میگه؟ به خاطر که ای از فولدر اینکلود فایل آی استریم را میگیره. از کجا میگیره؟ از داخل فولدر اینکلود. شما دوستا اگر سی پلس پلس خوانده باشین ممکن شما اینقدر دیپ نرفته باشین. ما فعلا صرف دیپ میریم که شما یک جنرال ویو بگیرین. شما وقتی که سی پلس پلس را اینستال کنین، کمپایلر را، آی دی ای را، یک فولدر در سی درایو تان پیدا میشه به نام اینکلود. داخل او یک فایل است به نام آی استریم. آی استریم که است به خاطر اینپوت آوتپوت استفاده میشه. وقتی که ما میخوایم در اسکرین یک چیز را نشان بدیم یا از کیبورد یک چیز را بگیریم، امو کدش در اینجا نوشته شده. دوستای عزیز، دیروز ما و شما گفتیم که کامپیوتر خودش اصلا چیزی را نمیفهمه، همه چیز باید ما و شما به کامپیوتر مستقیما بگوییم توسط کدینگ. آله ای که کمپیوتر اینی میسیج ما رو میگیره که This is my first C++ program و ای را در سکرین نشان میده، ای یک کار آسان نیست دوستا. ای امی قدر ساده نیست چی قدر که در دنیای امروزی در
دنیای امروزی برای ما و شما ساده معلوم میشه، و پروگرامرایی که امروز در دنیای پروگرامینگ جاین میشه برای اینا که چی قدر ساده معلوم میشه، این قدر ساده نیست. این چی رقم مثلا به ماشین لول کانورت میشه، چی رقمی به اسکی ویلیوز کانورت میشه، چی رقم به 01 کانورت میشه، چی رقم کامپیوتر بازو رو میگیره، در اسکرین روان میکنه، در اسکرین باز شما این میسیج رو میبینین. اوکی، ایت از نات دات ایزی. پس این مکمل کدینگ برای او ما دو را داریم. یک، ای که مکمل کد را ما خودم نوشته کنیم. رای دوم چی است؟ ما نمیتونیم که چیزها را خود ما کد کنیم، چی رقم مسیج گرفته شود، اسکرین نشان داده شود، بلا 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 بلا. That's like very heavy task. That's like very tough. Okay? For that, some programmers already did that for us. بعض از پروگرامرها قبل از قبل امو کار انجام داده، مکمل کد خود نوشته کرده، داخل اینی فایل یا دیگه فایل ها استور کرده، برای ما اینی فایل داده، ما صرف اینی فایل اینکلود میکنیم. اینکلود به چی معنا؟ در پروگرام خود داخل میکنیم. امو کدی که مثلا یک پروگرامر 20 سال پیش کرده، برای خود به خاطر اینکه چی رقم یک تکست اسکرین نشان داده شوه، ما امو کد را میگیریم توسط اینی اینکلود در پروگرام خود اینکلود میکنیم. اوکی، بعد از اون ما کد خود نوشته میکنیم. کد خود ما در یک استپ از پروگرامینگ پیجز همراه امو یک جا میشه، و بعد از اون ما میتونیم که کد خود را رن کنیم. انشالله که کنفیوژن نباشه. I know it is a little bit hard, but please do not confuse yourself. Okay, just take it easy. خب این چرا پری پروسسر میگه؟ قبل از اینکه پروسس اصلی از مین شروع شه، و پروسس اصلی معمولا در پروگرامینگ سی سی پلس پلس از مین شروع میشه، این فانکشن است. قبل از اینکه از این شروع شه، اینی پری پروسسر چی کار میکنه؟ از داخل اینکلود، از داخل اینی فولدر، اینی فایل میگیره، همراه پروگرام ما یکجا میکنه. از همون خاطر برایش پری پروسسر میگه. پری به چی معناست؟ قبل. پروسسر اما اصلی، پروسس اصلی ما چی است که باید در اسکرین اینی چیز نشان داده شود؟ این پروسس اصلی ما است، اما اینی یک پری پروسسینگ میکنه دوستا، یک چیزی که پروسس اصلی ما نیست اما ای انجام میده. اوکی، پس این ما میگیم پری پروسسر. یعنی پروسس اصلی ما این نیست که باید کد گرفته شود، ما باید خودمان نوشته کنیم، اما ما نمیتونیم کد نوشته کنیم بیسد آن دیفرنت ریزنز. اوکی، یاد نداریم، وقت نداریم، بلا بلا بلا، هر چی ریزن که است. ما میخواهیم که کد قبل از قبل را استفاده کنیم. پس این یک پروسس است که پری پروسس برش میگیم. قبل از پروسس اصلی یک کار انجام میشه. پس مرحله اول دوست ما چی بود دوستا؟ در اینجا مرحله اول ما ادیتینگ سورس کد کریشن. سورس کد ما را کریت کردیم، ادیت کردیم، نوشته کردیم. صرف فعلا دوباره این فکر نکنین که کد چی رقم، چرا استاد خودت چرا نیم سپیس نوشته کردی، نیم سپیس چی است، چرا مین نوشته کردی، چرا اینی چی نوشته کردی. جست لیو دت. اوکی، فعلا در این باره فکر نکنین. فعلا ما صرف کد خود نوشته کردیم در سی پلس پلس. فرضاً اگر پایتون نوشته میکنیم، اینی قدر کد ما صرف نوشته میکردیم در یک لاین جدید که پرینت This is my first blah 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 Python program or something. اگر در پایتون ما نوشته میکنیم، اما در سی پلس پلس ما به این قدر پروسه ضرورت داریم. این فرق پایتون و سی پلس پلس و دیگر لنگویج است. It's okay. ستیپ اول تکمیل شد. Writing, code writing or source code writing. ستیپ دوم چی است؟ Pre-processing. در pre-processing چی کار میشه دوستو؟ توسط اینی آپریتر اینی کود باز میشه، اینی فایل از داخلش مکمل کود گرفته میشه، همراه اینی پروگرام ما یک جا میشه و یک فایل دیگه برای ما جنریت میشه. اوکی، که او فایل که است معمولا به اکستنجن آی است. ای فایل اکستنجن چی است دوستا؟ سی پی پی است. اکستنجن در کامپیوتر ساینس یا در دنیای کامپیوتر برای امو اخیر فایل گفته میشه دوستا، چیزی که یک فایل توسطی او خلاص میشه، تکمیل میشه. اوکی، first.cpp در اینجا است. اما وقتی که اینی کود را ما کانورت کنیم به کود به اصطلاح به سریع عملیه پری پروسسینگ انجام شود، استپ دوم سریع کود انجام شود، این کود کانورت میشه به کود هر نام که برش میتیم امو نام .i. اوکی، .i. استپ دوم چی کار میشه؟ از اینی جا کود گرفته میشه، امرا اینی فایل ما یک جا میشه، استپ دو تکمیل میشه. میریم به ستیپ سی. بعد از او ستیپ سی که است چی است دوستا؟ کمپایلیشن است. اوکی، کمپایلیشن است. در ستیپ کمپایلیشن چی کار میشه؟ در اینجا امو کود که آل مکمل شد دیگه،
که چی رقم باید اینی مسیج ما به سکرین نشان داده شوه، کامپیوتر خودش نمیفهمه. اونو اینستراکشن را از اینی فایل گرفت و فعلا میخواد که اینی کد ما را در سکرین نشان بده. اما تا فعلا هم کد ما که است های لیول کد است دوستان. مثلا سی اوت یک های لیول کیورد است، کامپیوتر سی اوت را نمیشناسه اگر کمپایلر نباشه. پس ما با یک ترجمان ضرورت داریم که باید اینی کد ما را که کد از اینی فایلم گرفته شده و اینی کد ما را هم رایش یک جا کرده، اینی مکمل کد باید توسط یک ترجمان ترجمه شوه و بعد از او کامپیوتر را میفهمه. اما پروسه ترجمه را چی میگه؟ کمپایلیشن، که توسط کمپایلر صورت میگیره دوستا. کمپایلر این کار را کمپایلر میکنه، این کار را پری پروسسر میکنه، اوکی. و اینی کار که است کار نمی پروسه اول که است ادیتر. ما در یک ادیتر کد نوشته میکنیم، مثلا اینی ادیتر است، اوکی. یا شما میتونید در ورد نوشته کنید، شما میتونید مثلا کد خود را در یک ورد پروسسر نوشته کنید، کد خود در هر چیز نوشته کنید، در یک قلم و کاغذ نوشته کنید، بعد از اون در کامپیوتر به یک شکل انتقال کنید. اِتس اوکی، ایت از اوکی، ایت از لایک ادیتینگ سورس کد کریشن، وی کن یوز انی تھنگ لایک دت از اویلیبل. پری پروسسینگ توسط پری پروسسر میشه، کمپایلیشن توسط کمپایلر میشه. در پری پروسسینگ اینی کد از این گرفته میشه، امرای پروگرام ما یک جا میشه، در کمپایلیشن اینی مکمل کد ما گرفته میشه، با چی کانورت میشه؟ با یک انترمیدیت لیول کانورت میشه. در کمپایلیشن ممکن با اسمبلی کانورت شوه، اوکی. ممکن در کمپایلیشن کد ما کانورت شوه با چی؟ فرض میکنیم کانورتس تو اسمبلی C++، اوکی، با اسمبلی کانورت میکنه. آله امی کد اسمبلی ما که است، کد اسمبلی ای باید چی شوه؟ ای باید کانورت شوه با ماشین لنگویج یا هم با باینری که اکثرا هیومن ریدیبل نیست، هیومنز نمیتونه که کد رید کنه. پس باید با ماشین کد کانورت شوه که ای پروسه را ما چی میگیم؟ اسمبلی میگیم. اسمبلی اور دوستان ما میتونیم که اینی اسمبلی و لینکینگ را یک جای توسط یک کماند انجام بدیم. بیا اینی را یک جای میکنیم، لینکینگ، اوکی. این چی کار میکنه؟ اسمبلی کد که در دوره قبلی به دست آمده ای را کانورت میکنه، کانورتس تو ماشین لیول کد اور ماشین کد اور 0 and 1، اوکی. میتونیم حالی را 5 و 6 6 steps بگیم. خب بعد از او که اینی را کانورت کردیم چی کار میکنیم؟ در اینجا برای ما یک فایل .o به وجود میاید. بعد از این به خاطر که ماشین لیول کد که است .o است، ما او را لود میکنیم توسط لودر، اوکی. اینی کار دوستا توسط اسمبلر میشه، میتونیم بگیم که توسط اسمبلر این کار میشه، اوکی. و اینی کار که از توسط لودر میشه. لودر چی کار میکنه؟ اینی کد ما را که .o است ایره میگیره لود میکنه، لود تو مین میموری. قسمی که دیروز ما و شما گفتیم دوستا در ویدیوی قبلی که هر چیز باید در رم باشه، رندوم اکسس یا مین میموری باشه تا که اگزیکیوت شوه. وقتی که به رم رسید استپ اخیر ما میرسه که توسط اگزیکیوتر چی کار میشه؟ اینی کد ما اگزیکیوت میشه، اگزیکیوتس دا کد. و همون مرحله است که شما در سکرین چی میبینین؟ This is my first C++ program. اوکی؟ اما دوستا شما شاید بگین که ما خود سین به خود وقتی که C++ میخوندیم یا وقتی که ما پایتون کار میکنیم یا وقتی که ما C# کار میکنیم کد خود نوشته میکنیم، که مثلا print در پایتون نوشته میکنیم، print hello world فرزن، اوکی؟ ما اینی چیز رو نوشته میکنیم. وقتی که نوشته میکنیم ایجا کلیک میکنیم در مایدی خود مستقیما برای ما نشان میده. ای خود استاد که چیزی رو میگه اینی چی چیزا است که مثلا ما علم میشنویم. دوستای عزیز چیزی که شما استفاده میکنیم نامی او چی است؟ IDE. شاید شنیده باشین. IDE چی است؟ Integrated Development Environment. اوکی؟ IDE Integrated Development Environment. پس شما چی کار میکنین؟
آیدی پایتان که است، مثلا مشهور آیدی های پایتان که است، فرضاً پایچار مو رانی تنگی یوز، اوکی، یک آیدی را مثلا که شما استفاده میکنید، یا مثلا وی اس کود را ما استفاده میکنیم به شکل آیدی کمپایلر انترپریتر پایتان ما دارم، یا مثلا د سی پلس پلس ما دیو سی پلس پلس اگر شنیده باشین کسایی که د کامپیوتر ساینس هست، یا مثلا بورلند سی پلس پلس، آی هوپ لایک آی ام تیکینگ د نیمز کریکتلی، یا مثلا دیو بورلند ان لایک there are a lot of like many IDEs. The IDEs چی شده دوستا؟ اینی مکمل چیزا را editor plus preprocessor plus preprocessor plus compiler plus assembler plus loader plus اگزیکیوتر. اگزیکیوتر معمولا در سی پی او می باشه دوستان، اما ما میگیم که اگزیکیوتر هم داره، فرض میکنیم اوکی پلاس اگزیکیوتر. اینی مکمل چیزا را گرفته دوستا در یک سافت ویر جا به جا کرده، به خاطر آسانی کار شما پروگرامرایی که جدید میآیه، ما و شما اوکی، پروگرامرایی که جدید در فیلد میآیه اونا معمولا نمیتونه که اینی کارا را استپ بای استپ خودشان انجام بده، به خاطر اینکه زیاد خسته کن است و زیاد پروسه مغلق میشه. پس اینی مکمل چیزا را گرفته، یک نام تجارتی سرش مانده و یک جای کرده، توسط صرف یک کلیک مکمل پروگرام ترن میشه اوکی، یا توسط صرف نوشتن میکنی مثلا پایتان، یک اینی فایل پایتان مستقیما رن میشه. It is not that easy دوستا، اوکی، ای که است ای قدر آسان نیست، ای هر کار باید ما و شما ستیپ بای ستیپ پیش می بردیم. از ای که حالی فعلا پروگرامینگ پیشرفت کرده، مثلا تکنولوژی پیشرفت کرده، برای ما بسیار آسان شده ای چیزا. خب میایم اینی چیزا را ستیپ بای ستیپ می بینیم. دی اینی کود ما که است دوستا، مثلا اینی آیدی است، ما دو آپشن داریم. یک ای که ما مستقیما همینجا کلیک کنم، در اینجا ما کلیک میکنم مستقیما و میگیم که run the code. وقتی که run the code گفت، مستقیما برای من اینی نشان میده که this is my first C++ program. I don't know I can run it or not. Run code. Okay. Code run کردیم دوستا. دینی جو دا پایین اگر شما ببینین، دینی پایین. This is my first C++ program. Okay. This is my first C++ program. اینی چیزی که ما نوشته کرده بودیم، دینی جو برای ما نشان داد. یا اگر شما اینی کود رو در دیو نوشته کنین، در دیو C++، مستقیما برایتان اینی چیز در سکرین نشان میده اوکی. شما اینی استپا رو نمیبینین که چه رقم اینی صورت میگیره، به خاطر اینکه شما آی دی ای رو استفاده میکنین. بیا این استپا رو دوستا ببینیم استپ بای استپ که راستی همین چیزا که ما میگیم صورت میگیره یا نه، صرف یک تیوری است. خب میایم ایکود ما که است، فعلا لوکیشنش دسکتاپ است، پس ما هم در دسکتاپ میریم. دینی جدا پایین ما کار میکنیم دسکتاپ. بعد از اون فولدر به نام سی پی پی است، cpp practice. اوکی میبینیم در داخلی ما صرف یک فایل داریم به نام first.cpp و یک هم exe فایل داریم که کد ما رن شده، به این exe مستقیما تبدیل شده. خب اینی کد، اینی فایل exe که است دیجا که شما میبینین، اگر در دسکتاپ هم ما بریم دوستا، در داخل فولدر C++ practice، اگر در داخل فولدر C++ practice ما بریم دوستا، در اینجا اینی فایل اگزی ما داریم و یک فایل کود ما داریم. اگزی که است اینی باید در ستپ اخیر برای ما جنریت می شود، اما مستقیما جنریت شده، به خاطر که دیگه ستپ ها که است کمپایلر آی دی خودش همو کارا را میکنه، فایل هایی که جنریت میشه مستقیما دلیت میکنه. خب ما اینو آل دلیت میکنیم، فرض میکنیم که ما آی دی نداریم، خود ما میخواهیم که همه کارا را خود ما انجام بدیم. پس ستپ اول چی بود دوستا؟ رایتینگ د کد. کد خود در دو صورت نوشته میکنیم اوکی. ستپ دوم پری پروسسینگ است. پری پروسسینگ توسط د سی ما میتونیم سی پروسسینگ توسط یک کماند انجام کنیم. خود سی پلس پلس که از دوستا یک کمپایلر داره، کمپایلر نامش چی است؟ جی پلس پلس. اوکی جی پلس پلس، پس از داخل، یعنی این خودش یک پکیج است، یعنی جی پلس پلس در داخل یه مکمل چیزا را یک جای کرده، اما جنرالی ما میتونیم میره کمپایلرش رو بگیم که بیسد آن دیفرنت کماندز ما میتونیم که دیفرنت ارگومنتس برش پاس میکنیم دوستا، دیفرنت کارا را برای ما انجام میده، پری پروسسینگ، کمپایلینگ، بلا بلا بلا، کل چیزا را میتونه برای ما انجام میده. خب
جی پلس پلس بعد از اون ما نوشته میکنیم که ای ارگومنت ای که از بخاطری است که پری پروسسینگ را انجام کنیم ما سر اینی کود ما نام کود ما چیست دوستا first.cpp اوکی بعد از اون میگیم minus o ای آوتپوت است برای آوتپوت استفاده میشه آوتپوت بچی نام ستور شوه آوتپوت بنام مثلا main یا مثلا بنام امی first.i قسمی که ما قبلا گفتیم کودی که از چی جنریت میشه از اینی فیز اول او کود کودی پری پروسیس شده است که معمولا اکستنشن آی داره خب انتر میزنیم وقتی که پروگرام ما به شکل درست پری پروسیس شوه در اینجا دوستان ما کدام ایرر نداریم مستقیما پس ما در موپت میریم پس ایمانا که اینی فایل به شکل درست به دست آمد پس ما میتونیم آلی فایل ببینیم که خب در داخل اینی فایل آلی چی است ما خود گفتیم قبلا که وقتی پری پروسسینگ میشه از داخل اینی فایل ها یا چیزایی که ما در پایتون کامپورت میکنیم ایمپورت میکنیم معمولا در پایتون دوستا متفاوت از پروسه ما صرف به خاطر مثال آره میگیم در سی پلس پلس چیزی را که ما مثلا ماده ای نوشته میکنیم اینی در داخلش خود کد داره ما کد گرفته در اینجا یک جای کرده میبینیم حالا کد را پس اینی فایل باز میکنیم همینجا یعنی ما خودیم دیجا باز میکنیم شما میتونید در موجود فایل برین در فولدر سر کش کلیک کنین باز کنین که چی چیزا در اینجا به وجود آمده ما نوشته میکنیم که کد نام فایل ما که است first.i خب دوستان اینی فایل است واو اینی فایل ما که است کد پری پروسس شده است دوستان یعنی مکمل کد گرفته از هم داخل از هم فایل امرا اینی پروگرام ما یک جای کرده دوستان اگر اینو پروگرامرایی که قبلا هست مثلا اگر اونا برای ما اینی کار نمیکرد صرف به خاطری که مثلا ما با اسکرین یک چیزی را نشان بدیم ما باید اینی کارا میکردیم I know like there are many other things in these codes but we still need like to do something like this ما ضرورت داشتیم که اینی رقم کد را نوشته کنیم بعضی چیزهای اضافی را چی کردم ما حال از اون استفاده نکردیم اما بازم اینی پری پروسسد کد ما هست که کد پری پروسس شده است که برای امرای ما کمک میکنه تا از روی نوشتن اینی ما خلاص شویم داخل همی کد ما است دوستا اگه ببینید This is my first C++ program فعلا اینی پروگرام ما میتونه که مثلا 55568 لاین است اینی پروگرام ما میتونه که اینی چیز رو در سکرین نشان بده دوستا این قدر آسان نیست که مثلا چقدر که ما آسان میبینیم نوشتن میکنیم مستقیما در سکرین نشان داده میشه ای چی رقم بر ریم انتقال میشه چی رقم باینری انتقال میشه چی رقم میموری منیجمنت میشه چی رقم پس مثلا گاربیج منیجمنت میشه چی رقم دا پروسسر چی رقم رجیسترز الوکیت میشه چی رقم باز دو جا اپریشن انجام صورت میگیره مثلا چی رقم باز به سکرین روان میشه ایت از لایک ایتس پاور منیجمنت بلا 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 لایک ایتس ا ویری ویری هارد تاسک اما برای ما زیاد آسان شده خب استپ اول را ما تکمیل کردیم پری پروسسینگ و دیدیم که چی رقم کود به وجود آمده این استپ توسط پری پروسسر که استفاده کردیم از پکیج جی پلس پلس کماند ارگومنت ای را برش پاس کردیم بعد از او استپ بعدی است که کمپایلیشن برش میگه خب اینی فایل first.i را الی کمپایل میکنیم به خاطر اینکه این فایل است که ما نمیتونیم مستقیما فعلا اینی فایل را به کامپیوتر پاس کنیم و کامپیوتر فعلا هم ای را نمیفهمه به خاطر اینکه در لنگویج کامپیوتر نیست دوستا اوکی این در لنگویج کامپیوتر فعلا نیست حتی اسمبلی هم نیست این صرف یک پری پروسس است که یک کودی از یک جای گرفته شده اینجا پیست شده خب ما همین کود را میگیریم به اسمبلی کانورت میکنیم پس به خاطر این ما چی کار میکنیم بازم همو پکیج جی پلس پلس استفاده میکنیم که معمولا ما برش کمپایلر سی پلس پلس میگیم در اینجا کماند یا ارگومنت اس برش پاس میکنیم I don't know why like it's named S اما S را برش پاس میکنیم به خاطر که توسط اینی کماند اینی ارگومنت ما میتونیم اینجا چی کنیم با اسمبلی کانورت کنیم کمپایلیشن کنیم معمولا کمپایلیشن با اسمبلی کانورت میکنه خب فایل نام فایل ما چی است first.i کانورت میکنیم به چی آوتپوت باید به چی نام باشه به first.s اوکی پروگرام ما به first.is کانورت شد دیجا یک وارنینگ داده وارنینگ فرق نمیکنه باز شما میتونین ببینین که چرا وارنینگ داده
قدر موضوعی چی نیست، میتونیم پروگرام خود ادامه بدیم. اما اگر ایرر باشه در اینجا باز ما نمیتونیم که ادامه بدیم، باید ایرر از بین ببریم. فعلا ایرر نیست، صرف وارنینگ است. پس فایل first.s به وجود آمد دوستان. first.s یعنی فایل است که بعد از مرحله کمپایلیشن برای ما به وجود آمده، یعنی یک فایل است که در اسمبلی است. بیاین ببینیم که داخل این فایل چی است دوستان. پس نوشته میکنیم که کد first.s. اگه شما ببینین دوستا، کسایی که با اسمبلی چی داره به اصطلاح آشنایی داره، بعضی از رجیستر هاست که موو مثلا اینی، بعضی نامای رجیستر هاست که اد، بعضی کارا هاست که اینی ایکس آر مثلا ال آر، بعضی نامای رجیستر هاست که کد ما را کانورت کرده به زبان اسمبلی. اینی هم مکمل کد است که فعلا در اسمبلی است. شما ببینین کدی که در intermediate level بود دوستا، قبلا که شما دید 55000 لاین بود، در اسمبلی کانورت شد به 1600 لاین. یعنی وقتی که ما و شما دوستا کد در low level language میکنیم، او کد بسیار خلاص است، بسیار مثلا میتونیم که یک چیزی بسیار زیاد در یک چند لاین ما نوشته کنیم. اما وقتی کد در high level میشه، پس در اونجا ما بعضی keywords استفاده میکنیم که humans باید برای human readable باشه، یعنی پروگرامر که مثلا ما و شما انسان هستیم برای ما آسان باشه که ما رو رید کنیم. اوکی، پس اونو کلی 55000 لاین بعد از کمپایلیشن با اسمبلی کانورت شد به 1600 لاین، تقریبا 599 لاین یا 1600 لاین میگیریم. اوکی، پس اینی کد ما مرحله سوم رو تکمیل کردیم که چی بود، چهارم را، سوم را، سوری، کمپایلیشن تکمیل شد. خب فعلا هم کامپیوتر اسمبلی را مستقیما نمیفهمه دوستا، یعنی کد را هم کامپیوتر مستقیما نمیفهمه، به خاطر که این هم کد 01 نیست، کد ماشین لول نیست. خب حالا چیکار میکنیم؟ میریم به مرحله بعدی. مرحله بعدی ما چی است؟ اسمبلر. باید اینی کد ما کانورت شوه تو ماشین کد. پس در اینجا چیکار میکنیم؟ باز هم کماندی پکیج C++ استفاده میکنیم. در اینجا باز کماند سی را ما استفاده میکنیم. نام فایل ما چی است؟ فایلی که قبلا به وجود آمد .s first.s، اینی فایل، این را ما کانورت میکنیم به چی؟ به first.o. .o که از دوستا ای امو ماشین لیول کد است یا هم باینری برش گفتن هم میتونیم بگویم که ماشین لیول کد است. اوکی دوستا، ایرر نیست. پس ما first.o کد به دست آوردیم. first.o که است ما نمیتونیم دیجا باز کنیم، اما اگه ما ایمیلیتر داشته باشیم دوستا میتونیم ایره هم چک کنیم، به خاطر که این ویژوال سیدو کد تا جایی که ما یادم است نمیتونه که چک کنه. اگه فعلا چیز رو اضافه کرده باشه نمیفهم، شما باز چک کنیم. بازم دیجا ما میبینیم first dot o. خب دیجا امو اگه چیز فعلا داشته باشم اما اینستال نکردیم، شما میتونین باز ببینین اگه داشته باشه چک کنین. خب اینو تو یک چیز حالی شد سیز دوستا، اینی یک، اما human readable نیست به خاطر که برای ماشین جنریت شده و ممکن همی کد باشه، ممکن به اصطلاح امو به شکل درست دیجا نشان نمیده تا جایی که ما میبینیم، به خاطر که تو کد ماشین کد نیست. اوکی، پس اینی استپ ما هم تکمیل شد، کد کانورت شد به ماشین لیول کد و فایلی که به دست آمد اینی فایل first.o است. استپ اخیر آل ما چی است؟ استپ بعدی لینکینگ است. سیست لینکینگ است. معمولا دیجا زیاد فایلز به دست میاد که ما آلی را لینک میکنیم به یک فایل. پس باز هم G++ استفاده میکنیم. نام فایل ما first.o است. ایره ما لینک میکنیم مکمل first.o در بینشان که چقدر فایلز است و first.exe. exe که از دوستا اگزیکیتیبل است در دیوائس های در ویندوز سیست، در ویندوز آپریتینگ سیستم. اما در اینجا ویژوال استودیو کد هم میتونه که را رید کنه. شما ویندوز استفاده میکنین، ما هم کانورت میکنیم به exe. پس first.exe که است اونو کد ما است که بعد از ای به وجود آمد که ما چی کردیم؟ که لینک کردیم از اینجا سیست که اینی جا ما لینک کردیم. میتونیم اسمبلی قسمی که قبلا گفتیم لینکر هم برش بگیم، توسط اسمبلر یا لینکر انجام میشه. خب
بعد از او ستپ بعدی چی است؟ اینی فایل اگزیک است، سرش کلیک میکنیم، لودینگ مستقیما صورت میگیره، کد ما میاره به همون کد ماشین میاره برایم. بعد از او اگزیکیوشن هم وقتی که نوبتش رسید از ریم میکشه به سی پی یو میاره. دو ستپ که است ما نمیتونیم که حالی ببینیم به خاطر که ما در ریم لول رفتن نمیتونیم، که باز برای شما زیاد کنفیوژن زیاد واقع میشه، حالی هیچ دو جامعه نمیریم و زیاد وقت هم میگیره و ضرور هم نیست. شما ایدیا گرفتین وقتی که ما سر امی فایل ما کلیک میکنیم first.exe، اوکی، فایل مستقیما لود میشه از اینکه مثلا کامپیوترهای فیلی که است قوی است در ریم زیاد انتظار نمیکشه فایل، مستقیما نوبتش میرسه با سی پی یو میاد، سی پی یو هم مستقیما برش نوبت میته اکزیکیوت میکنه و برای ما آوتپوت روان میکنه که اینی آوتپوت پروگرام تان است. This is my first C++ program. اوکی، پس اینی همو step by step یک پروگرام کار کردنش است که چی رقم یک پروگرام step by step کار میکنه. انشالله که یک هدف عمومی را گرفته باشین و دوستا ای به اصطلاح در چی است؟ در زبان C++ است یا در زبان C است؟ ما میتونیم این همی کار را در پایتون هم انجام بدیم، اما پایتون یک کم استپایش متفاوت است دوستا. در پایتون استپایش که است، استپ اول چی است؟ سورس کود نوشته کردن است. It's same like in C++ or C. Source code creation, or we can tell like source code writing, anything like, okay. Step دوم چی است در پایتون؟ ما و شما lexing برش میگه and parsing. lexing و parsing یک کانسپت چی است که در کمپایلر میاد، خود دایی کنفیوز نکنین. دی جا یک سینتکس تری کریت میشه، lexing میشه و به اصطلاح توکنایزیشن میشه، کد ما با توکنز کانورت میکنه که تقریبا زیاد مشابه است بینی کمپایلیشن و پری پروسسینگ، یعنی دو تا مرحله چی در سی پلس پلس که ما داشتیم، اما چی نداره، شما حالا صرف در ذهن خودم بود یک چیز بگیرین. بعد از او که او انجام شوه، ما و شما در ستیپ سوم بایت کود کمپایلیشن داریم. در اینجا بایت کود به وجود میاره. در ستیپ دو بایت کود ما چی میشه؟ کمپایل میشه، کمپایلیشن استک که معمولا در پایتون ما انترپریتیشن داریم، اما حالا ما میگیم که بایت کود کم چی است؟ کمپایلیشن استک. بعد از او توسط پی وی ام، اگر نامش شنیده باشین دوستا، پی وی ام پایتون ورچوال ماشین برش میگه، توسط پی وی ام چی کار میشه؟ امو بایت کود ما اگزیکیوت میشه به اصطلاح چی رقم بگویم که ساده تر شوه. پایتون ورچوال ماشین چی کار میکنه؟ پایتون ورچوال ماشین امو بایت کود ما را اگزیکیوت میکنه. اوکی؟ لایک لیتس تیک ایت ایزی. صرف بایت کود ما را اگزیکیوت میکنه و برای ما و شما در سکرین امو چیزی که است لود میشه. بعد از او ستیپ پنجم لودینگ صورت میگیره و ستیپ ششم اگزیکیوشن صورت میگیره. در پایتون یک خوبی چیز که مثلا در اینجا برای ما بعد از اینی مرحله یک کودی به وجود میاره که او به اصطلاح پلتفرم یا بله پلتفرم ایندیپندنت برش گفته میتونیم. باز میتونیم اگر اینی کود رو ما کپی کنیم از یک پایتون فایل در هر دیوایس و در هر چی توسط که در اونجا به اصطلاح پی وی ام باشه و بایت کود کمپایل کرده بتونه، در اونجا ما از کود استفاده کرده میتونیم. خب دوستا، از اینکه ویدیوی ما طولانی شده دیگه زیاد ما در دیتیل زی نمیریم، ستیپ بای ستیپ کار نمیکنیم و شما میتونین خودتان سرچ کنین پایتون جاوا. مثلا جاوا باز یک پروسه یک کم متفاوت تر داره دوستا، اما مجموعا در عموم پروگرامینگ لنگویج که است این ستیپ ها داره. قسمی که دیجا ما گفتیم شما یک جنرال ایدیا گرفتین، اما شما خود کانفیوز دی نکنین که ما هر روز که کد میکنیم شاید این چیزا رو ستیپ بای ستیپ پیش بریم. نه خیر دوستا، این صرف روز اول است. میخواهیم که شما مثلا یک جنرال ایدیا بگیرین. ما که کد نوشته میکنیم صرف دی جامعه می هستن نوشته میکنیم که رن کد مستقیما رن میشه. دی جا شما آوتپوت رو میبینین. زیاد فوکس ما سر لو لول دیتیلز نیست، ما زیاد سر ماشین لول نمیریم. اوکی، پس شما تشویشی رو نداشته باشین. صرف کسایی که علاقمندی بود که مثلا بفهمه که دیپ لول پروگرامینگ چه رقم صورت میگیره، استپ بای استپ گفتیم یک سیمولیشن ورشه و یا هر چیز که شما برش میگین، اما تا یک
کار کردیم و همین لکچر ما زیاد مختص به این است که مثلا شما باید را یاد بگیرین، اما اگر علاقه مند هستین میتونن نموسته پاره یاد بگیرین، اگر نیستین صرف ایرا یک کانسپت عمومی یک ایده عمومی بگیرین که مثلا پروگرامینگ را که ما امروز داریم پروگرامینگ به می قدر سادگی نیست، در اینجا قبل از قبل زیاد لایبرریز جور شده، زیاد فایل ها جور شده، زیاد IDEs جور شده، IDE همراه ما زیاد کار میکنه، همکاری میکنه. Integrated Development Environment، Integrated Development Environment به این معنی که یک Environment Development است که Integrate شده، زیاد چیزها را Integrate کرده، یک جای کرده، یک جای آورده که زیاد چیزها چی است؟ Editor است، Preprocessor است، Compiler است، Linker و Loader و مثلا این چیزها را مکمل گرفته و در یک فایل جای پا جای کرده که نامش آی دی مانده، مثلا دیو سی پلس پلس یا مثلا پای چارم یا مثلا دیگه آی دی هایی که شما برای دیفرین لنگویج استفاده میکنین یا مثلا برای جاوا شما نیت بینز استفاده میکنین. اوکی، پس اونا مکمل این استپا را برای ما بسیار آسان کرده، ما صرف کد نوشتن میکنیم، بعض آی دی که از زیاد آسان از دیجا بالا میایم، یک بتن میباشه رن کلیک اند یو سی دی آوتپوت دایرکتلی، لایک ایتس جست میکینگ دی پروسس ایزی فار اس. سو هوب که یک چیز را یاد گرفته باشین و اگر کدام سوال دارین دوستا، کدام پیشنهاد انتقاد چیزی باشه، در میجا در کمینس نوشته کنین سوال های خود را و لطفاً چینل ما را همراه دوستای خود شریک کنین دوستا، کسایی که علاقمند پروگرامینگ و علاقمند برنامه نویسی و علاقمند تکنولوژی هست همراهشان شریک کنین و هدف ما ایست که انشالله توسط تکنولوژی برای کشور خود، برای مردم خود یک خدمت کرده بتانیم. و اگر شما میخواین که در این کار همراه ما همکار باشین، چینل ما را همراه دوستای خود شریک کنین، خودتان اکتیو باشین و در این کار همراه ما همکار باشین. سلامت باشین، بخیر باشین.